بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با برنامه اخبار شبانگاهی از استودیوی خبر جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. همانطور که میدانید از این پس برنامه خبری شبانگاهی ما هر شب رأس ساعت 20 به وقت کربلا و به مدت 30 دقیقه اهم اخبار جهان را از اینجا در جوار حرم مطهر امام حسین علیه السلام به سمع و نظر شما بینندگان گرامی خواهیم رساند. تلاش ما این است که در بولتن خبری شبانگاهی اخبار متنوعتری را نسبت به اخبار ظهر تقدیم حضور مخاطبان خود کنیم و امید ما این است که حاصل تلاش ما مورد توجه یکایک شما گرامیان قرار گیرد. با هم بپردازیم به سرخط خبرها. ادامه تشدید اختناق و سرکوب‌های فراملی توسط مقام‌های امنیتی سعودی. تأکید معاون دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر اقدام فوری برای اهداف توسعه پایدار. بیش از نیمی از جمعیت جهان تحت تأثیر آب و هوای شدید تابستانی قرار دارند. و حال و هوای زائران و مجاوران عزادار حسینی در اولین روزهای دهه محرم در کربلا. علیرغم ادعای اصلاحات در عربستان سعودی، سرکوب مخالفان به شکل‌های مختلف در عربستان به اتهام‌های غیرواقعی همچنان ادامه دارد. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که دادگاهی در عربستان یک مرد را به اتهام فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی به 20 سال زندان محکوم کرده است. این محکومیت آخرین نمونه از سرکوب‌های فراملی عربستان سعودی به دلیل فعالیت‌های یکی از اعضای خانواده که در خارج از کشور به سر میبرد میباشد و حکایت از سرکوب روزافزون آزادی بیان و سایر حقوق اساسی در عربستان سعودی دارد. در 29 می 2024 دادگاه مبارزه با تروریسم عربستان سعودی اسعد القامدی معلم سعودی 47 ساله را به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز در فضای مجازی با چندین اتهام کیفری مواجه ساخت. او برادر محمد القامدی معلم بازنشسته عربستانی است که در ژوئیه 2023 تنها بر اساس پست‌هایش در توییتر شناخته می‌شد به اعدام محکوم شد. سعید بن ناصر القامدی برادر سوم هم محقق مشهور اسلامی و منتقد دولت سعودی است که در تبعید در بریتانیا زندگی می‌کند. مقامات سعودی اغلب از اعضای خانواده منتقدان و مخالفان خارج از کشور انتقام می‌گیرند تا آنها را وادار به بازگشت به کشور کنند. یک پژوهشگر عربستان سعودی در دیدبان حقوق بشر گفت دادگاه‌های سعودی برای شهروندان عادی به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز در فضای مجازی چندین دهه محکومیت صادر می‌کنند و دولت همچنین باید از مجازات اعضای خانواده منتقدان مقیم خارج کشور دست بردارد. اسناد دادگاه بررسی شده توسط دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که مقامات امنیتی اسعد القامدی را به اتهامات مندرج در موارد 30، 34، 43 و 44 قانون ضد تروریسم عربستان سعودی متهم کردند. همان موادی که در ژوئیه 2023 برای محکومیت برادرش محمد القامدی به اعدام از آن استفاده شد. این اسناد نشان می‌دهد که اسعد القامدی به مواردی چون به چالش کشیدن دین و عدالت پادشاه و ولیعهد و نشر اخبار و شایعات کذب و مخرب متهم شده است. در این اسناد آمده است که القامدی به دلیل انتشار پست هایی که به امنیت کشور در وبسایت های شبکه‌های اجتماعی توییتر آسیب میزند بازداشت شده است. منابع آگاه به دیدبان حقوق بشر گفتند که توییت هایی که به عنوان مدرک علیه وی مورد استفاده قرار گرفتند پروژه های مربوط به چشمانداز 2003 برنامه محمد بن سلمان ولیعهد برای تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور و همچنین تغییرات اخیر در دولت عربستان را مورد انتقاد قرار می دهد. این اسناد به پست های القامدی در شبکه های اجتماعی به عنوان مدرکی علیه وی اشاره می کنند و حد اکثر مجازات را برای او درخواست کردند. در اسناد دادگاه آمده است که دادستانی همچنین از مقامات خواسته است که دستگاه تلفن همراه القامدی را مصادره و حساب ایکس او را ببندند. مقامات سعودی اولین جلسه محاکمه وی را در 7 سپتامبر 2023 در ریاض برگزار کردند و تنها پس از آن به او از اتهامات وارد به وی اطلاع دادند. دادگاه در اواخر ماه آگوست برای او یک وکیل تعیین کرد، اما وکیل از ارائه هر گونه اسناد دادگاه به او یا خانواده‌اش خودداری کرد. این وکیل تنها در طول جلسات محاکمه با القامدی در دادگاه ملاقات کرد و هرگز برای ملاقات با او در خارج از جلسات دادگاه به جده سفر نکرد. دیدبان حقوق بشر بارها از سوء استفاده های گسترده در سیستم کیفری عربستان سعودی از جمله مدت طولانی بازداشت بدون اتهام یا محاکمه، ممانعت از مساعدت های حقوقی و تکیه دادگاه ها به اعترافات همراه به شکنجه به عنوان تنها مبنای محکومیت انتقاد کرده است. نقض حقوق متهمان در عربستان سعودی به قدری اساسی و سیستماتیک است که به سختی میتوان نظام عدالت کیفری عربستان سعودی را با سیستمی مبتنی بر اصول اساسی حاکمیت قانون و استانداردهای بین المللی حقوق بشر و آموزه های دینی منطبق دانست. تحلیلگران امور عربستان سعودی معتقدند که مقامات سعودی هر مخالفی را سرکوب می کنند و باید با رایزنی های جدی در سطح بین المللی متحدان عربستان سعودی را قانع نمود تا این احکام را محکوم کنند و از دولت سعودی بخواهند که زندانیان را آزاد کند و به اقدامات سرکوبگرانه خود پایان دهد. ساعتی قبل گفتگوی با دکتر ابراهیم روشندل کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن داشتم و از او پرسیدم دلیل عدم تغییر رویکرد عربستان سعودی در زمینه‌های حقوق بشری علیرغم ادعای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی به ویژه در قبال شیعیان چیست؟ پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را ببینیم و بشنویم. سلام و درود خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون. با توجه به مواردی که مطرح کردید ذکر چند نکته لازم هست. اون چیزی رو که ما در مدیریت و حکمرانی خانواده ملک سلمان و به ویژه پسرش محمد بن سلمان که جانشین پدرش شده می‌بینیم، یک تفاوت‌هایی نسبت به اسلاف خود یا اونهایی که در قبل از پادشاهی پدرشون به ویژه در دوره ملکه عبدالله ما شاهدش بودیم یک تغییرات عمده‌ای رو در اون باید مشاهده بکنیم. مهمترین مورد در این تغییرات نگرانی بیش از حد محمد بن سلمان از افشای مناسبات قدرت در داخل خاندان آل سعود و همچنین مواردی که به طور پشت پرده منجر میشه به فساد مالی و سایر فسادهای سیاسی شون. ما این رو فراموش نباید بکنیم که دو تحول مهم در از زمانی که محمد بن سلمان قدرت رو به طور مشخص داره مدیریت میکنه در حالتی که پدرش خیلی توان جسمی نداره، ملک سلمان، اینه که یکی دستگیری یا کشتن برخی از مخالفین در واقع آل سعود که شیخ نمر به عنوان رهبر شیعیان در منطقه قطیف عربستان چندین سال قبل دستگیر شد و در واقع زیر شکنجه حاضر به اعتراف هم نشد و شواهد هم نشون میده که به دلیل ارتباطشون با جمهوری اسلامی ایران ایشون رو اعدام کردن. بنابراین در منطقه قطیف عربستان که بیشتر شیعه نشین هست، طبق اطلاع من دولت عربستان شرایط بسیار حاد و امنیتی را در این منطقه اعمال کرده و به هیچ عنوان هم این وضعیت قابل تغییر نخواهد بود مگر اینکه تضمین‌های عملی رو عربستان از جمهوری اسلامی در رابطه با عدم دخالت در مسائل شیعیان در عربستان بگیریم. مطلب بعدی در رابطه با خود اختلافاتی که در داخل خاندان آل سعود هست و برخی افراد مثل قاشقچی که در استانبول در کنسولگری عربستان کشته شد و یا دستگیری هایی که توسط محمد بن سلمان انجام داد از اعضای خاندان سلطنتی به دلیل فساد اقتصادیشون و تماما قدرت رو تا حدودی تو دست خودش گرفت. بنابراین با این موارد باید عرض بکنم خدمت شما که محمد بن سلمان در نگاه غربی ها، در نگاه اروپا و آمریکایی ها خود رو فردی اصلاحگر و یک مصلح اجتماعی، اقتصادی و حتی دینی معرفی میکنه. یعنی تغییراتی که در سطح اجتماع بروز داده قابل توجه بوده، ولی موقعی که ما به مباحث حقوق بشری میرسیم، جدای از اون آزادی هایی که برای رانندگی بانوان یا وضعیت حجاب در عربستان یا برگزاری فشن شوهایی که در عربستان برگزار میشه که محمد بن سلمان رو، چهرش رو یک مقدار در نگاه غربی ها تغییر بده، ولی مسائل حقوق بشری نکاتی هستش که عمدتاً در برخی کشورهای خاورمیانه رهبرانشون از اون غافل میشن و این حکمی که برای این فرد در نظر گرفته شده به خاطر فعالیتش در فضای مجازی که توییتر هست و 20 سال زندان براش در واقع در نظر گرفتن، یا استفاده از فشاری که روی اعضای خانوادهش انجام میدن که بقیه اعضای دیگر خانواده یا بستگان رو در خارج از کشور بتونن تحت فشار بذارن، اینها مواردی هستش که من فکر میکنم در سیاستهای محمد بن سلمان قابل تغییر نیست با توجه به اون کارنامه زشتی که ایشون در کشتن در واقع یک روزنامه‌نگار بسیار حرفه‌ای و با سابقه، یعنی قاشقچی، در استانبول انجام داد. باید این رو در مجموع در نظر بگیریم که مسئله نقض حقوق بشر کماکان به عنوان خط قرمز در دولت عربستان هست، در خاندان آل سعود هست و مبانی حقوق بشری رو بر اساس اون تعریفی که خودشون مایل هستن تعبیر و تفسیر میکنن. من این روند رو احساس میکنم که از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگرانی که در داخل عربستان قبلا سابقه فعالیت برای تحریک شیعیان داشته، جدا از اینکه مناسبات دو کشور رو خیلی در حد کامل نتونسته ایجاد بکنه، ولی در طرف دیگه ما یک وضعیتی رو میبینیم که این موارد مگه نباشه خود دولت عربستان به ویژه محمد بن سلمان نگاهش نسبت به افشای مسائلی که مربوط به خاندان آل سعود باشه یا حتی آزادی بیان یک نگاه بسیار متحجرانه و یک نگاه بسیار دیکتاتوری هست. این طبیعتاً باید تغییراتی رو در آینده ما بتونیم ببینیم که یک بخشش میتونه با افزایش فعالیت‌های روزنامه‌نگاری در سطح بین‌المللی و پرداختن به مسائل نقض حقوق بشر در عربستان باشه، این تمرین ها و ترجمه های خوبی که میشه در عرصه حقوق بشری انجام داد، امیدوارم بتونه که این وضعیت رو هر چه زودتر تغییر بده. خیلی ممنونم. با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل که از واشنگتن با ما همراه بودند. بینندگان گرامی، برنامه را با یک خبر کوتاه ادامه می دهیم. اداره فرودگاه‌های عراق اعلام کرد فرودگاه‌های بغداد و نجف آماده استقبال از زائران امام حسین علیه السلام است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از خبرگزاری الفرات، عباس البیزایی مدیر اداره فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد فرایند تجهیز سالن‌های مسافربری، عملیات زمینی و همچنین عملیات پروازی در دو فرودگاه بین المللی بغداد و نجف اشرف را به منظور آمادگی برای پذیرش زائران امام حسین علیه السلام به پایان رسانده ایم. البیضایی افزود همچنین اتوبوس‌هایی را برای جابجایی زائران از فرودگاه نجف اشرف به مرکز شهر و بالعکس تدارک دیده ایم. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری برای اهداف توسعه پایدار شد. همکارم گزارشی در این زمینه تهیه نموده که توجه شما را به دیدن آن جلب می‌کنم. آمن محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل در افتتاحیه مجمع عالی سیاسی توسعه پایدار در سازمان ملل متحد در سال 2024 در مقر سازمان ملل در نیویورک خواستار تعهد فوری به سیاست‌های جسورانه و راه‌حل‌های نوآورانه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا سال 2030 شد. وی در این نشست بر نیاز فوری به اقدامات تحول آفرین برای مقابله با چالش‌های بزرگ جهانی مانند فقر، ناامنی غذایی و تغییرات آب و هوایی تأکید کرد. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد به اهتمام و تأمل بیشتر کشورها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا سال 2030 و اهمیت نشست آینده سران تأکید نمود. آمن محمد در ادامه گفت: اجلاس سران فرصتی است که فقط یک بار در یک نسل برای بازسازی اعتماد از بین رفته فراهم می شود تا این باور عمومی ایجاد شود که همکاری بین المللی و همبستگی انسانی در مواجهه با فرصتها و همچنین تهدیدها می تواند ما را به اهداف خود نزدیک کند. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد به چالش‌های چند وجهی جامعه جهانی از فقر تا تغییرات آب و هوایی پرداخت و تأکید کرد که با تقویت توانایی جمعی فائق آمدن بر این مشکلات ممکن است و این همان چیزی است که این مجمع به منظور آن تشکیل شده و به دنبال یافتن راه حل‌ها و دستیابی به آینده‌ای پایدار است. مجمع عالی سیاسی توسعه پایدار در سازمان ملل متحد که در سال جاری تحت نظارت شورای اقتصادی و اجتماعی تشکیل شد، بر ریشه‌کنی فقر از طریق راه‌حل‌های پایدار، انعطاف‌پذیر و نوآورانه در میان بحران‌های مختلف جهانی متمرکز است. این مجمع که از 8 تا 17 ژوئیه برگزار می شود، با هدف ارزیابی مواردی همچون پایان دادن به فقر و گرسنگی، مسائل اقلیمی، جوامع صلح‌آمیز و فراگیر و افزایش روش‌های اجرایی متمرکز تشکیل شده است. پائولا ناروئز، رئیس شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در این مجمع بر تلاش‌های ویژه کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهایی که در مناطق درگیری هستند، تأکید کرد و بر نیاز اساسی به صلح و ثبات تأکید نمود. همزمان با آغاز دهه محرم و سوگواری سرور و سالار شهیدان، شهر مقدس کربلا حال و هوای وصف ناشدنی دارد و زائران و مجاوران با راه‌اندازی موکب‌ها و دستجات عزاداری این روزها و شب‌ها را گرامی می‌دارند. به گزارش تصویری که همکارانم در این زمینه تهیه نمودند توجه فرمایید. الان در دهه اول ماه محرم در شهر کربلا هست و حال هوای عزاداری رو در شهر کربلا می‌بینیم و دسته‌های عزاداری در پشت سر من قرار داره از جزء قدیمی‌ترین دسته‌هایی است که در این شهر برقرار می‌شود. کدوم شهر ظاهر شهر کربلا شدی؟ من از مشهد مقدس اومدم. عرضم به حضورتون که اومدم تهران. من هر ساله میام چون واقعا چیزی که اینجا میبینم هیچ جای دنیا نمیبینم و خدا رو شکر که آقا همیشه میطلبه، هر سال میام، اما خب خدا نکنه که یک سال نطلبه. واقعا دوریش خیلی سخته و دل کندنم که دیگه واقعا سخت‌تر از همش. یعنی چیزی که من اینجا میبینم، حاجتی که من اینجا گرفتم نمیتونم بگم، یعنی غیر قابل وصفه. اما خب چیزی که واقعا اینجا من تو وجود این کربلا میبینم و شاید پدر و مادرم بهم نداد واقعیتش، اما خب خدا رو شکر میکنم و از پدر و مادرم ممنونم که منو شیعه امیرالمومنین متولد کردم. عرضم به حضورتون که انشالله که نصیب همه اونا باشه. من خودم پارسال 2 تا زیارت اولیه آوردم. عرضم به حضورتون که حالا شرایط اقتصادی هم هست، اما من خودم شخصا میگم شده قرض بکنن اما بیان، شده برای یک بار. مطمئن باشین یک بار که بیان دیگه سالهای بعد دوست دارم بیان. من خودم سال اول بابام میگفت بری مطمئن باش دیگه تو همین راه میری و آرزوی دیرینم هم اینه که انقدر این مسیر رو برم بیام که اگه روزی هم بخوام بمیرم تا همین راه بمیرم. سلام، خسته نباشید. محمد رضا محمدی هستم، از آمل اومدیم در خدمت شما هستیم. چه مدت به این شهر سفر کردید و هدفتون از این سفر چی بوده؟ ما دیگه توفیقی شد دهه اول محرم کربلا هستیم و بعد توفیقی نداریم عزاداری بکنیم و خیلی خوشحالم از اینکه این توفیق نصیب من شد که تونستم تو این ماه مبارک، تو این ماه عزیز، دهه اول کربلا باشم. آقا اصلا عشقه، اصلا لذت بخشترین چیزی که مثلا غیر قابل توصیفه. یعنی سفریه که آدم با حالت معنوی میاد، با حالت معنوی میره. انشالله که بتونیم دست پر از اینجا بریم و توصیه هم اینه که حتما تشریف بیارن. تجربه بسیار خوب و عالی است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه تشدید اختناق و سرکوب‌های فراملی توسط مقام‌های امنیتی سعودی. تأکید معاون دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر اقدام فوری برای اهداف توسعه پایدار. و حال و هوای زائران و مجاوران عزادار حسینی در اولین روزهای دهه محرم در کربلا. عزیزان بیننده، در این ساعت اخبار امشب به پایان رسید. از اینکه ما را در این بخش خبری همراهی کردید سپاسگزاریم. به همراه کلیه همکارانم در واحد خبر شبکه امام حسین علیه السلام یکایک شما را به خدای بزرگ می سپارم و فردا شب رأس ساعت 20 به وقت شهر مقدس کربلا مجددا در خدمت شما بینندگان گرامی خواهیم بود. خدا یار و نگهدارتون.